سلام دوستان عزیز، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. در این ویدیو همراه من باشید با آموزش کامل مدار سیمکشی جرقه‌زنی موتور هوندا. در ادامه ویدیو همراه من باشید. قطعاتی که در جرقه‌زنی موتور تاثیر دارن، اولی ترانزیستور، دوم بوبین برق و سوم کویل موتور هستش. ترانزیستور دو تا سوکت جدا داره، به این صورت یکی کوچکتر و یکی بزرگتر هستش و بعضی از ترانزیستورها در این قسمتشون یک سوکت دیگه دارن، ولی خب اکثر موتورهای هوندا این سوکتشون خالی هستش و اینجا سه تا سیم وجود داره به رنگای سیاه خط زرد و آبی خط سفید و در اینجا هم که سبز هستش که اتصال بدنه و اینجا هم که دیگه همون تو کنین سیاه خط قرمز و سیاه خط سفید هستش که این دوتا سیم از کویل اومده. سیمکشی بوبین موتورای به این صورت هستن، بوبین خشک 6 تا سیم داره و بوبینای روغنی و موتورایی که دنده شماردار دارن اونا سیمای بیشتری در این قسمت وجود داره. سیمی که در اینجا کاربرد نداره و برق تولید نمیکنه سبز خط تقریبا صورتی رنگ هستش که مربوط به خلاصی دنده و اما کلا اینو متصلش نکرده و سیمای دیگه که مشاهده میکنیم مربوط به تولید برق یا همون بوبین موتور هوندا هستش. رنگ آبی خط سفید، رنگ سیاه خط قرمز، سبز خط سفید و انجام صورتی است که خطی هم نداره، در انجام که زرد وجود داره. خب این هم از کویل موتور که برق منفی در این قسمتاش متصل میشه. الان این دو تا قسمت به قول حساب متصل شدن داره، اینا با هم دیگه فرقی ندارن و یکیش گذاشته شده برای اینکه شما روی موتور ببندین و اتصال بدنه رو برقرار بکنین و سوکت دیگه هم که متصل میشه بهش سیاه خط زرد میباشد. شمع موتور شما برای کار کردن برق منفیش از کوئل میگیره و یک جورایی میشه گفت این نول و برق به قول حساب فاز یا برق ای سی شو از خود بدنه موتور واسطه از بوبین با کار کردنش میگیره. خب میرم برای تست کردنش به بدنه خود موتور میچسبونم و هندل میزنم. خب اینم از جرقش کالا، در این شم یه خورده ضعیف هستش به خاطر اینکه بوبین برق این انجین کلا ضعیف هستش و زیاد جرقه زنی خوبی نداره. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.